جاسپر جونز در تمام دوران کاریش اشیایی از زندگی روزمره رو به اثر هنری تبدیل کرده و با نقش برجسته‌های پررنگ و لعاب سوژه‌های دو بعدی رو به تصویر درآورده. موضوعاتی مثل هدف تیراندازی، اعداد، نقشه و پرچم بارها در کارهای جونز تکرار شدند. The great event of my career happened a little later, just about 1 month after my opening. And that was a show at the Jewish Museum. And one painting that I stumbled upon, and I was quite stunned by it, in fact, was a green painting. I looked at the nameplate, and it said Jasper Johns. My first great purchase after the Abstract Expressionists was to buy out almost completely the 1958 show of Jasper Johns. Jasper Johns به معنای واقعی یک شبه به شهرت رسید. نمایشگاه سال 1958 او در گالری لیو کاستلی در حالی برگزار شد که فضای هنر اون روزهای نیویورک با نقاشی‌هایی به سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی اشباع شده بود. جونز با بوم‌هایی که اشیای روزمره مثل جارو، قاشق و چنگال و قوطی‌های فلزی از دل اونها بیرون زده بود، راه تازه‌ای رو برای ایجاد رابطه بین هنر و زندگی پیشنهاد کرد. جونز به ایده حاضر آماده های مارسل دوشان علاقه زیادی داشت. اشیای روزمره‌ای که دوشان اونها رو امضا می‌کرد، به فضای نمایش هنر می آورد و به همین شکل به اثر هنری تبدیل می کرد. اما جونز فقط به امضا رضایت نداد و این اشیا رو به نقاشی و مجسمه تبدیل کرد. یکی از شیهای حاضر آماده در کار جونز پرچم آمریکا بود. طرحی که او در شکل‌های مختلف و با شیوه‌های گوناگون نقاشی کرد. این نقاشی‌ها در نگاه اول شبیه به یک کپی از پرچم آمریکا به نظر می‌رسند، اما با نزدیک‌تر شدن به بوم متوجه می‌شیم که با لایه‌هایی از تصویر و متن روزنامه مواجهیم که با موم به هم چسبیدن و ضرب قلم‌های سنگین جونز روی اونها رو با سه رنگ قرمز، سفید و آبی پوشونده. زیر این لایه‌های غلیظ رنگ بریده‌هایی رو میشه تشخیص داد. آگهی کار، وضعیت بازار بورس، کومیک استریپ، آگهی‌های تبلیغاتی و موضوع‌هایی از این دست که این نماد ملی آمریکا رو به شرایط سیاسی و اجتماعی معاصرش پیوند می‌زنه. مجسمه‌های جونز مثل این دو قوطی آبجو یا این چراغ قوه که به کالاهای مصرفی شباهت زیادی داشتن اما واقعی نبودن، راه رو برای هنر پاپ باز کرد. او رسانه‌های مختلف رو با هم ترکیب می‌کرد و درگیری او با موضوع‌هایی مثل زبان، اعداد و نمادها هنر مفهومی سال‌های بعد رو پیشگویی کرد. با این وجود او در تمام دوران حرفه‌ای کارش تا امروز از این دسته از تعریف‌ها گریزان بوده و حتی تلاش کرده تا تعریف‌های موجود در جهان هنر رو دگرگون کنه.